دوستان گرامی، همونطور که قبلا اشاره کرده بودیم، اگه بتونیم هر روز ولی گاهی وقتهای وقفه ایجاد میشه، آمار کرونا در جهان و ایران رو خدمتون اعلام میکنیم. این ویدیویی رو که خدمتون تقدیم میکنیم در رابطه با تعداد مبتلایان در 24 اسفند هستش و این تعدادی که ملاحظه میکنید 150,649 تعداد کل مبتلایان در جهان رو نشون میده، که البته بر اساس آماری است که از دولت‌های مختلف میگیرن و میدونیم که آمار ایران، آماری که حکومت ایران به بهداشتی‌آنی تحویل میده، بسیار پایین‌تر از واقعیت هستش. اما با همین آمار میبینید که تعداد مبتلایان 150,649، تعداد مرگ و میر 5,619 و اونایی که بهبود پیدا کردن 73,734 نفر هستن. حالا این تعداد مرگ و میر 5,619 رو در نظر بگیرید که این تعداد کل مرگ و میر در جهان رو نشون میده و بعد با تعداد واقعی مرگ و میر در ایران که بهتون نشون میدم مقایسه بکنید. این دوتا منحنی، قسمت آبی تعداد مبتلایان و قسمت نارنجی مرگ و میر رو نشون میده، که منحنی نشون میده که در واقع هر دو به طور فزاینده‌ای رو به سعودی هستند. این اسلاید مال 8 کشور تاپ دنیا هستش از نظر تعداد مبتلایان به کرونا، که البته میدونیم آماری که حکومت ایران اعلام میکنه بسیار کمتره و در اصل در واقع ایران در این لحظه و از چند هفته پیش از چین هم جلو زده و تعداد واقعی مبتلایان خیلی بالاتر از حتی چین هستش که مرکز اصلی شیوع بود، که بعدن از اونجا مرکز دومش قم بود، منتها خب دیگه با مخفی‌کاری باعث شد که نشون داده نشه و کشورهای دیگر رو ما دیدیم که اونا مثبت شدن بعد از چین. ولی به هر حال این آمار رو نگاه بکنید که ایران کلن 12,729 کیس رو اعلام کرده در کل از زمانی که اعلام کردن، و تعداد مبتلایان در هر میلیون 151.5 نفر به نسبت هر میلیون جمعیت کشور با همین آمار دروغ. حالا بریم آمار حکومتی رو با آماری که از مراکز بهداشتی و درمانی کشور توسط پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی درمانی مبارز، سربازان گمنام میهن، این آمار در میاد و به ما و به آوا تودی و میرسه و ما اینو روی منحنی گذاشتیم که این اختلاف آمار رو ببینید، که در آمار حکومتی تعداد موارد موجود، این موارد موجود، بیماران موجود، یعنی اینکه از تعداد کل، تعداد مرگ و میر و تعداد کسانی که بهبود پیدا کردن کم شده. آمار حکومتی نشون میده که آمار موجود 7,779 نفر هستش، در صورتی که آمار مراکز بهداشتی درمانی نشون میده که 36,525 نفر، که البته این آمار هنوز واقعی نیست، حدس ما چیز در حدود 40-50% واقعیت هستش، که اینو نشون میدم به خاطر اینکه اولا تعداد زیادی رو تست نمی کنن و بعد حساسیت تست خیلی بالا نیست، نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا حساسیت تست خیلی بالا نیست، چیز در حدود 72% هستش. اما تعداد زیادی هم که در ایران اصلا تست نمیشن و یا وقتی هم تست میشن جوابشون منفی اعلام میکنن. بنابراین ما فکر میکنیم که این آمار که از مرکز بهداشتی درمانی میرسه چیز در حدود 40-50% واقعیت باشه و مال کسانی که تست گرفته میشه و مال کسانی که واقعا بر اساس آمار وزارت بهداشت اینا مثبت نشون داده میشه. حالا واقعیت در جامعه چیه؟ بهش میرسیم. این موارد مثبت جدید روزانه هستش که آمار حکومتی نشون میده برای 24 اسفند که همون 14 مارس
1365 نفر که البته این آمار رو کم کم دارن از چند روز قبل دارن بالا میبرن، که ما قبلا هم اشاره کردیم در یک ویدیو گفتیم که اینا رو به دلیل افشاگری ها و به دلیل فشاری که از طرف سازمان بهداشت جهانی داره روشون میاد این کار رو میکنن، ولی هنوز اختلاف فاحشی داره با آماری که از مراکز بهداشتی درمانی میرسه که 2436 مورد در 24 ساعت گذشته مثبت شدن. خب حالا آمار مرگ و میر رو که در نظر بگیرید خیلی جالبه که اختلاف فوق العاده زیادی داره. آمار حکومتی تعداد کل مرگ و میر ناشی از کرونا رو که به بهداشت جهانی داده 611 نفر رو اعلام کرده، در صورتی که آمار مراکز بهداشت درمانی نشون میده 4742 نفر. و اینو در نظر بگیرید، این کسانی هستند که روی پروندهشون نوشته بر اثر کرونا فوت شدن، و میدونیم که 50% بیشتر از 50% کسانی که بر اثر کرونا فوت میشن به پزشکا، پرستارا و کادر بهداشت درمانی و بیمارستان ها دستور دادن و هر روز دستور میدن که نباید اونا رو بنویسن بر اثر کرونا فوت کردن، بلکه بر اثر بیماری های دیگه مینویسن. و نامه ای رو نشون دادیم که روی کانال آوا تودی دیدید و در برنامه اضطراری و شماره 36 دیروز ما اینم نشون دادیم و نشون دادیم که اون نامه ای که در 17 اسفند نوشته شده بوده، نوشته بود که تعداد 4918 مرگ رو که ناشی از کرونا بوده اینا رو مجبور کردن که به دلایل مختلف دیگه بنویسن. خب حالا اینا رو در نظر داشته باشید و اون رقم 5000 مرگ و میری رو که در کل جهان ثبت شده بود در نظر داشته باشید. ببینید این تعداد 4742 نفر که مراکز بهداشت درمانی اعلام کردن تا حالا در کل مرگ و میر داشتیم بر اثر کرونا، چون ما فکر میکنیم چیزی در حدود 40-50% واقعیته بر اساس اون چیزایی که میبینیم و از همکارای پزشک و پرستار و کادر بهداشتی درمانی بهمون میرسه، حساب بکنید که فرضاً اون 50% واقعی هستش، زد در دو که بکنیم 9484 نفر مرگ و میر ناشی از کرونا بوده تا حالا، تعداد کل مرگ و میر. حالا اگه بر اساس اون چه آمار کشورهای دیگه هستش و بهداشت جهانی اعلام کرده که متأسفانه چیزی در حدود 3% افرادی که کرونا میگیرن، که البته بیشتر افراد مسن و بزرگسالان هستن و کسانی که بیماری های زمینه قلب و ریه و کلیه و بیماری های سیستم ایمنی و سرطان و اینجور چیزها رو دارن، ولی به هر حال در کل که در نظر بگیرید 3% کل کسانی که مبتلا میشن اینا میمیرن. حالا با این احتساب 3% تعداد کل مبتلایان به کرونا در کشور 316133 نفر، که البته میدونیم که این آمار هنوز خیلی از واقعیت کمتره، حدس ما الان در این روز بین 500,000 تا 1,000,000 نفره. چند هفته قبل اعلام کردیم، 2 هفته قبل، که در حدود 200,000 تا 250,000 نفر تخمین زده بودیم بر اساس شواهد. و حالا اون آماری رو که حضورتون اعلام کردم که 36,525 نفر مبتلایینی که توسط وزارت بهداشت و درمان اعلام شده کیسشون مثبت بوده، و میدونیم که در کشورهای پیشرفته هم میگن که حتی آماری که اونا میدن واقعیت رو نشون نمیده، به خاطر چند دلیل. یکی این که خب خیلی ها علائم رو نشون نمیدن، بنابراین اصلا مراجعه نمی کنن، و تعداد و حساسیت تست هم همونطور که اشاره کردم چیز در حدود 70-72% هستش، بنابراین و یه سری چیزهای دیگه که در مسیر اتفاق میفته تعداد واقعی رو نمیتونن نشون بدن در هیچ کجای دنیا. اما در ایران تعدادی رو که مثبت هم نشون میده 10% نشون میدن. حالا اون تعدادی که
از مراکز بهداشتی درمانی به دست آوردیم 36525 رو در نظر بگیرید و مثل کشورهای دیگه بگیم که این 10% واقعی هستش. خب تعداد مبتلایان 365250 نفر. بنابراین این دو عدد 316000 و 365000 نزدیک هستند و از دو راه مختلف محاسبه شده. بنابراین با احتیاط که در نظر بگیریم و در بهترین حالتی که در نظر بگیریم، الان آمار مبتلایان ما در ایران چیزی در حدود 350000 نفر طبق این حساب هستش، ولی تخمین ها بین 500000 تا 1 میلیون نفر هستش. امیدوارم که این کمکتون کرده باشه که یک تصویری رو از واقعیاتی که در جامعه ما میگذره در ذهنتون ایجاد شده باشه و واقعا کرونا رو جدی بگیرید. البته احتمال داره دو تا سوش هستش که من در یه ویدیو دیگه صحبت میکنم، سوش S و L، که فکر میکنم در کشور ما هر دوتاش هستش و ممکنه نوع L بیشتر باشه. حالا بعدا صحبتشو میکنم که چرا، ولی با این تفاصیلی که هستش اینا واقعیتی هستش که ما باید در نظر بگیریم. دوستان عزیز، کرونا رو جدی بگیرید و اعتصاب گسترده سراسری در همه جا باید انجام بشه، ولی در همین حال که در خونه هاتون هستید باید آماده بشید برای یک مبارزه علیه ویروس آخوندی و رژیم اشغالگر ایران. سپاسگزارم. در ویدیو بعدی